سلام دوستان، امروز میخواییم در مورد استاتیک روتینگ صحبت کنیم. روتینگ دستی یعنی ادمین نتورک به صورت دستی تمامی مسیرها رو تنظیم میکنه. بریم سراغ یک سناریوی بسیار ساده. پس یک کلاینتی رو در نظر بگیریم، این پی سی، بعد دو روتر یا همین مسیریاب رو این وسط قرار بدیم و بعد یه سروری هم اینجا بذاریم که بسته های ما رو دریافت کنه. پس سناریوی ما شامل یک کلاینت، یک سرور و دو مسیریابه. در اولین مرحله بایستی یک ارتباط سخت افزاری بین اینها ایجاد کنیم. پس فست اترنت اینو وصل میکنم به فست اترنت روتر، فست اترنت روتر رو وصل میکنم به این یکی روتر و فست اترنت روتر دوم رو وصل میکنیم به سرور یا سرویس دهنده. مرحله بعدی ما بایستی بیایم به یک آدرس های آی پی برای این نتورک هامون در نظر بگیریم. بگیم خب نتورک های من چه آدرس های آی پی دارند؟ مثل اینا رو با همین نوت خود پکت تریسر مشخص کنیم. اینجا رو بذاریم 10.0.0.0 نتورک 10 من. این نتورک رو، نتورک بین دو مسیریاب رو 192.168.10.0 یک آی پی کلاسی و این نتورک این پایینه بشه 14.0.0.0. خب پس نتورک های من این شکلی هن. اینجا نتورک 14، اینجا نتورک 192.168.10.0 و اینجا هم نتورک 10 منه. خب حالا در این مرحله ادمین بایستی بدونه کدوم پورت ها به کجا متصلن. در نتورک های واقعی ما میتونیم دقیقا بریم سراغ مسیریاب، دقیقا شماره پورت رو ببینیم. حالا در پکت تریسر کافیه که روی این لینک ها هوور کنیم و ببینیم که فست اترنت 0.0 روتر بالایی وصل شده به پی سی ما. بعد بیایم این پایین ببینیم که حالا این روتر پایینی هم فست اترنت 0.1 وصله به اون یکی و مسلما فست اترنت 0.1 این هم وصله به فست اترنت 0.0 این روتر. خب پس بهتره که اینا رو یک جایی یادداشت کنید یا توی ذهنتون داشته باشید، چون اگه اینا رو اشتباه آی پی دهی کنیم همه چیز به هم میرسه. خب بریم سراغ آی پی دهی. پس اولین کار برم سراغ این پی سی ها. توی پی سی ما بریم سراغ همین کانفیگ. اول فست اترنتش. فست اترنتش خب ما میگیم آی پی ورژن 4 رو استفاده میکنیم. این میشه 10.0.0.2. الگوی زیر شبکه هم مسلمن برای کلاس A خواهد شد 255.0.0.0. خب در گلوبال ستینگ ما بایستی یک دیفالت گیتوی در نظر بگیریم، یعنی این پی سی من تمامی بسته ها رو به کجا ارسال کنه. اینو میبسیم 10.0.0.1، یعنی همون پورت روتر، آی پی روتر، تمامی بسته هات رو بفرست به اون مسیر یابه. خب بعد میایم دوباره سراغ سرور. در سرور هم دوباره همون کانفیگ رو انجام میدیم. پس فست اترنت 0.0ش آدرس آی پی 14.0.0.2 رو میگیره با الگوی زیر شبکه 255.0.0.0، چون این هم یک آدرس آی پی کلاس A. و بعد در گلوبال ستینگ میگیم تمامی بسته هات رو بس بفرست به 14.0.0.1. خب دیفالت گیتوی 14.0.0.1. خب حالا عالی شد، این تنظیمات رو انجام دادیم و فعلا با این دوتا کاری نداریم. میریم سراغ مسیریاب ها. پس مسیریاب بالایی فست اترنت 0.0.0.ش متصل به این پی سی. خب ما میتونستیم بیایم سراغ همین قسمت کانفیگ، سریع این کارا رو انجام بدیم، اما میخوام توی CLI بنویسم، یعنی مثل روتر واقعی این دستورات رو بنویسیم. پس ما میخواییم که اول روتر رو انیبل کنیم. خب روتر رو انیبل کنیم، بعد روتر رو میبریم حالت کانفیگ ترمینال.
بعد میدیم اینترفیس فست اترنت 0.0 انتخاب میکنیم و اینجا آی پی آدرسی که در نظر میگیریم آی پی آدرس 10.0.0.1 با الگوی زیر شبکه 255.0.0.0. خب بعد نمیسیم نو شات. خب مثل اینیبل کردنه، پس این حالت نو شات داون میگیره. خب بعد دقت کنید این روتر متصل به چی؟ متصل به این یکی نتورک 192.168.10.0. خب این نتورک. حالا باید این سمت رو یا یک در نظر بگیریم یا دو در نظر بگیریم. من همین رو یک در نظر بگیرم، پس فست اترنت 0.1 این وصل به این. خب پس میایم دوباره همین CLI exit، این بار بریم به اینترفیس فست اترنت 0.1 این روتر، بریم سیم IP آدرس 192.168.10.1 با الگوی زیر شبکه 255.255.255.0 مال کلاس سیه. نو شات، شات داون نشد، بیا بالا. بعد اکسیت، کارمون تقریبا با این روتر تمومه. بیایم سراغ این یکی روتر. این روتر رو دقت کنید دوستان، این روتر پایینی اگه دقت کنید پس اترنت 0.0ش به این نتورک وصله. پس در روتر پایینی میریم سراغ دوباره CLI، میخواییم همه این کارها رو دستی انجام بدیم. پس روتر رو اینیبل کنیم، روتر رو ببریم حالت کانفیگ، بعد اینترفیس فست اترنت 0.0ش آی پی آدرس 192.168.10.2 رو بگیره با الگوی زیر شبکه 255.255.255.0 دقیقا. خب پس این الگوی زیر شبکه رو دادیم، بعد می‌نویسیم نو شات. پس این هم اومد بالا، اگزیت. بعد کدوم قسمت این وصله به اون یکی نتورک اگه دقت کنیم، پس اترنت 0.1 این وصله به نتورک 14. پس دوباره میایم سراغ این روتر، بعد می‌نویسیم اینترفیس فست اترنت 0.1 آی پی آدرس 14.0.1.255.0.0. چون 14 آی پی کلاس ایه، پس الگوی زیر شبکه میشه 255.0.0.0. نو شات. خب به نظر میرسه تا الان همه این ارتباطات به درستی برقرار شدند و اون رنگ های سبزی که شما میبینید دقیقا چی رو نشون میده؟ دقیقا نشون میده که ما مثلا تمامی این ارتباطات رو درست داریم. اما اگه الان بیایم و اینجا توی این پیسی بنویسیم PING، یعنی در قسمت کامند پرومپش بنویسیم PING 10.14.0.0.2، ما همچین پینگی رو نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون مسیریاب این پیسی هیچ اطلاعی از این نتورک نداره. پس در واقع فعلا ما تونستیم این ارتباطات رو برقرار کنیم. حالا باید به این روتره بگیم آقای روتر، اگه شما بسته ای رو برای نتورک 14.0.0.0 دیدی، اینو بفرست به اینجا، چون این روتر ما از این نتورک بیخبره، درسته؟ پس چون نتورک از اون نتورک بیخبره نمیتونه بسته ها رو کجا بفرسته، پس میشه destination unreachable، یعنی من نمیتونم این رو دیتکت کنم. خب پس در مرحله اول بایستی بیایم سراغ همین روتره. خب همین روتر میریم حالت کانفیگ، می‌نویسیم IP root
IP روت کن چی رو؟ هر بسته ای که برای کجا ارسال شد، هر بسته ای که برای نتورک 14.0.0.0 ارسال شده، شما البته باید بگیم سابنتش هم چیه، چون ممکنه 255.0.0 نباشه، حالا بعدا در مورد اونها صحبت میکنیم. پس این نتورک رو با این سابنت در نظر بگیر، اگه بستی برای این اومد اینو بفرست به 192.168.10.2. خب حالا برگردیم به سراغ این یکی روتر. میگیم روتر دوم، شما هم بایستی IP روت کنی. خب کدوم آدرس رو؟ بسته هایی که برای نتورک 10.0.0.0 با الگوی زیر شبکه 255.0.0.0 دریافت کردی رو، پس بسته هایی که برای نتورک 10 دریافت کردی رو بفرست به اون سمت. کدوم سمت؟ 192 168 و 10 و 1. خب حالا اگه من بیام اینجا اگزیت بنویسم و بریم سمت شو IP root، این میگه ببین من 14 رو کانکت دارم، 192.168.10.0 رو هم کانکت دارم، اما این نتورک 10.0.0 رو به وسیله چی میشناسم؟ به وسیله این حالت استاتیک میشناسم. یعنی این بالا بیاید میبینید که نوشته S برای استاتیک روته. خب اگه مثلا OSPF بود مینوشت O. میگه پس من این نتورک 10 رو به این شکل میشناسم. خب حالا توی این روتر من بنویسم پینگ کن 10.0.0.1 رو. خب پس میتونی پینگ کنی؟ میگه بله تونستم. البته توی روترها ما 100% رو معمولا بار اول نداریم. بله به روتر میگم آیا پینگ میتونی بکنی 10.0.0.2 رو، یعنی پشت روتر رو؟ میگه بله من میتونم اینو پینگ کنم. خب حالا میایم سراغ این روتر، میگیم ای روتر میتونی شما نتورک، اول شو IP روت کن، میگه من هم نتورک 14 رو اینطوری میشناسم. خب پس میگم پینگ کن 14.0.0.0.1 رو، نوشت من 100% میتونم پینگ کنم. پینگ کن 14.0.0.2 رو. خب به چند لحظه صبر میکنیم، میگه بله من تونستم پینگ کنم. پس روترها در واقع میتونند همدیگر رو پینگ کنند، یعنی من تونستم یک ارتباط به این شکل اینجا ایجاد کنم، یعنی این روتر میتونه این قسمت رو پینگ کنه و این روتر هم میتونه این قسمت رو پینگ کنه، یعنی قسمت دیگه اصلی کارم رو تونستم من انجام بدم. حالا در ادامه من بایستی ببینم آیا این PC های من هم میتونند همدیگر رو پینگ کنند. خب بیایم روی یکی از اینا کلیک کنیم، پس این PC، بریم حالت کامند پرومتش، بگیم خب دفعه قبل که نتونستی این کار رو انجام بدی، آیا میتونی الان پینگ کنی 14.0.0.1 رو؟ میگه بله من میتونم 14.0.0.1 رو پینگ کنم. آیا میتونی پینگ کنی 14.0.0.2 رو، یعنی اون سرور رو پینگ کنی؟ میگه بله من میتونم این سرور رو پینگ کنم. پس من تونستم بر وسیله تنظیمات استاتیک روتینگ توسط ادمین این دو نتورک رو به هم دیگه متصل کنم. امیدوارم این ویدیو هم مورد توجهتون قرار بگیره.